درود بر شما. امروز به اتفاق گروه فیلمبرداری پارسوین برای تهیه گزارش در کنار فاطمه هستیم، دختر افغانی که تونسته جایگاه خوبی در زمینه ورزشی پیدا کنه. درود میفرستیم به فاطمه عزیز و برای بینندگان ما بگو که کی هستی، از کجا آمدی و به چه کاری مشغول هستی. تشکر بسیار زیاد. خیلی خوشحال شدم که در برنامه‌تون مرا دعوت کردین. من فاطمه حاجی‌زاده هستم، 25 سالم است، از شهر زیبای افغانستان در کابل جان به دنیا آمدیم. دیگه 5 سال شده در ترکیه زندگی کردیم، بعدش آمدیم فلان. در جنوب زندگی میکردم در شهر روانیمی. من الان یک ماه میشه که به خاطر بوکس و فامیلی نا اومدم پایتخت هلسینکی. خیلی کوچولو بودم که از کابل برآمدم، چیز کم 6 سالم بودک. بعدا فقط یادم میاد که مثلا 2005 بود که مثلا از ترکیه برآمدیم، آمدیم به سوی مثلا روانیمی. به اتفاق خانواده. بله بله. چون مثلا ما مثلا افغانستان چون خیلی کوچولو بودم نتونستم درس بخونم. بعد ترکیه که اومدیم تا سن 3 سال درس خوندم، کلاس اول و دوم و سوم. بعد فلان که اومدم دیگه 1 سال خونه بودیم. بعد دیگه زبان فلاندی رو 2 سال خوندیم و اینا. بعدش کلاس 8 و 9 و اونا رو خوندم و بعد چیز من الان پرستاری رو خوندم، مدرسه‌ام تموم شده دیگه. آره دیگه. خب من از خیلی کوچولو که بودم به بوکس خیلی علاقه داشتم. بعدن تو ترکیه که اومدیم تلویزیون نگاه می‌کردم که مثلا خب بوکس یه چیزی است که مثلا مردا انجام میدن. بعدن وقتی که زنا رو میدیدم مثلا بوکس میکردم میگفتم اینا خیلی شجاعن، خیلی قویان، منم خیلی دوست داشتم مثل اونا باشم. بعد دیگه خب تو ترکیه نمیتونستم چون امکاناتش اینا نبوده. بعد وقتی که فلان اومدیم دیگه تو فلان یه دونه مربی ایرانی رو باش آشنا شدم که ایرج شبانیه. دیگه بوکس رو با اون شروع کردیم، 3 ماه 4 ماه باش کار کردم اینا. بعدا خیلی علاقه داشتم برم مثلا چیز مسابقه بدم اینا. بعد دیگه یه دونه چیزم رو عوض کردم، رفتم با یه مرد فلاندی که خیلی مثلا بوکسشون رو مثلا خیلی تو بوکس خیلی زیاد کار کرده. بعد وقتی که رفتم اونجا اونم خودش نمیخواست که دختر رو بوکس کنه. بعد وقتی که منو دید میگفت تو خون تو یه چیزی هست که مثلا خیلی جلو میره، خیلی پیشرفته میشی و اینا. بعد منو گرفت، با 6 سال تمرین کردیم دیگه. 65 تا بازی دادم، خیلی بازی های مثلا تورنمنت های بزرگ بردم. 2 بار پرونز شامپیون فلان پرونز گرفتم، 2 بارم گولد گرفتم، طلا گرفتم. بعد ابتدا برای ما بگو جایگاه فنلان توی بوکس چیه و بعدا توضیح بده که توی چه مسابقاتی شرکت کردی. و خب فلان انقدر بوکسش که بالا نیست، اگه مثلا کشورهای دیگر رو ببینیم بوکسش واقعا خیلی بالاست. بعدا مثلا آماتور که مثلا بازی میکنی خب خیلی بازی های زیاد است. اگه مثلا بخوایم پیش بری باید خیلی خودت مثلا کوشش کنی دیگه، باید خیلی زیاد تمرین کنی اگه میخوای واقعا به یه جایی برسی دیگه. من تا فعلا اولین دختر مهاجرم تو فلان که بوکس میکنم. من خیلی علاقه دارم که مثلا دخترهای دیگه اونم بتونه مثلا تو این تور بوکس باشه، فوتبال باشه، هر رشته ای مثلا ورزش باشه. مثلا دوست دارم که
مثلا مادر پدرشون اجازه بده که اونا مثلا بتونن تمرین اینا کنن. و من خودم گفتم که 6 سال بوکس کردم دیگه، خیلی زیاد تورنمنت ها تو روسیه مثلا بردم، تو سویدن بردم و تو خود فلان خیلی زیاد بردم اینا. توی مسابقات سوئد هم شرکت کردی؟ بله، دو تا تورنمنت بود که شرکت کردم، اما 2-1 باختم. اما بازم چیزه، مثلا همه میگفتن خیلی بازی مثلا خوب بود، شاید مثلا تو میبردی اینا. خب چیزی که بهش اشاره کردی در رابطه با اینی که دخترها دوست داری بیان، یعنی واقعا فکر میکنی جنسیت هیچ تأثیری توی انتخاب رشته ورزشی یا مسیر موفقیت داره؟ خب نه، اون به نظر من خیلی مثلا فکر مردم که از خیلی مثلا فکرهایشون قدیمیه. بعدن آره مردم بیشترش فکر میکنن که مثلا بوکس رشته فقط مردا باشه، اما جنسیت به نظر من فرق نمیکنه. واقعا مثلا علاقه به یه چیزی که مثلا داشته باشی واقعا بهش میرسی، اگه خودت مثلا کوشش کنی و مثلا خیلی زیاد بخوای حتما میرسی بهش. الان چند سال هست که داری کار بوکس انجام میدی؟ یعنی ورزش بوکس رو داری حرفه‌ای دنبال میکنی و اون تورنمنت ها رو شرکت کردی؟ من 6 ساله دارم بوکس میکنم. خب 2014 شد مثلا من دستم شکست، بعد دیگه از بوکس یه نیم سال چیز کردم، نتونستم بوکس بکنم. بعدن وقتی که دستم یه ذره درست شد گفتن نرو بوکس چون هنوز دستت خوب نشده اینا، چون من خیلی علاقه داشتم رفتم بوکس، بعد دستم باز شکست، باز عملیات کردن اینا، بعد باز گفتن نه رو باز رفتم، دستم 3 بار شکسته. خب معلوم میشه اینجا چیزاشون موندن. الان برنامه هایی که داری انجام میدی، الان تازه اومدی هلسینکی، یک ماه شده هلسینکی اومدم، بعد تونستی اون جای تطبیق بدی با شرایط، باشگاهت رو پیدا کنی، مربی پیدا کنی و تونستی کارهایی رو انجام دادی؟ خب اون وقت که مثلا من روانیمی بودم یه مربی داشتم که مثلا پدر و دختر بودیم، یعنی اونجا دخترهای مثلا فلاندی هم خیلی زیاد بود، اما مثلا مربی منو خیلی بیشتر دوست داشت، بیشتر مثلا کوشش میکرد من مثلا یاد بگیرم اینا، چون میدید خیلی دوست دارم اینا. الان که مجبور شدم مثلا هلسینکی بیام، چون خیلی دوست دارم مثلا پیشرفت کنم اینا، یه دونه با یه مربی دیگه تمرین میکنم، اما خب هنوز یه ماه شده نمیدونم بگم که مثلا خوبه بینمون یا نیست، اما خیلی مثلا دوست داره منو دیگه، چون اونم خیلی مثلا علاقه زیاد دارن که مثلا به یه جایی برسن. خب کلتورمون یه ذره فرق میکنه اینا، به خاطر اون مثلا نمیذارم بیشتره مثلا مادر پدرها که دختراشون چیز کنن تمرین کنن. ارتباط داری با دختره افغان، ایرانی، فارزبان یا غیره که مثلا اینجا خارج از اینجا که بپرسن چرا این رشته رو رفتی یا ما هم دوست داریم بیایم، یا چه نظری دارن؟ خب اون وقت که مثلا من بوکس رو شروع کردم خیلی جالبه که همه میگفت چرا مثلا اینو انتخاب کردی، این برای تو خوب نیست چون تو دختری و نمیدونم با پسرها تمرین میکردی اینا. اگه مثلا من اونا رو گوش میکردم الان اینجا که هستم نمیبودم. مثلا مامان بابام اول مثلا بابام اجازه میداد، خب مامانم میگفت مثلا صورتت بخوره که مثلا اینطور میشه اونطور دیگه، برای اونا مثلا گذاشتن، اما همه میگفتن تو دختری مثلا اینو نرو چون خیلی مثلا مردا این مثلا بازی رو میکنن اینا. و اگه من حرفشون رو گوش میکردم که دیگه هیچی به اینجا نمیرسیدم. و من چون خیلی علاقه داشتم گفتم یه روز پشیمون میشین از این حرفایی که دارین میزنین. الان که همشون میدونن که مثلا من خیلی مثلا بوکسور خوب شدم، الان تو فلان مثلا تو وزن خودم مثلا تکم، و خیلی زیاد مثلا افتخار میکنم با هم که مثلا خیلی مثلا جای خوب رسیدم و اینا، همشون میان مثلا بازیامو نگاه میکنن اینا، خیلی خوبه اینجا. من خیلی دوست دارم برای دخترها مثلا یه الگوی بزرگی باشم. دوست بیشترم برای مثلا دخترای افغانی، ایرانی، مهاجر دوست دارم مثلا
دوستان دخترا مثلا وقتی یه چیزی رو دوست دارم مثلا دنبالشون برن، چون مرد و زن فرق نمی کنن. دوست دارم دخترا خیلی قوی باشن، هر آرزویی که دارن بهش مثلا دنبالش برن، چون واقعا اگه دنبال آرزوشون برن به آرزوشون میرسن. در کنار بوکس چه کار دیگه می کنی؟ من در کنار بوکس خب دویدن رو خیلی دوست دارم، میرم میدوام همش. بعدن سر کار خب کار میکنم، چون پرست دارم مجبور کارم بکنم دیگه. فقط یه آرزو دارم، یه خواهش از مامان بابا دارم که چی دختر باشه چی پسر باشه بذارن که هر چیزی که میخوان بشن، به هر جایی که میخوان برسن.